توی فیلم میخوایم با هم دیگه در مورد خروج از مرکز بیزی صحبت کنیم. خروج از مرکز مفهومش چیه؟ یه نسبت سی به آ رو اومدن تعریف کردن خروج از مرکز و اونو با این نشونش دادن. خروج از مرکز در واقع نشون دهنده کشیدگی یا چاق و لاغری بیزی، اینجوری بگم بهتره. بعضی بیزیات شاخترن، شبیه دایرن، دایره نیستن، به دایره شبیه تر، اونا خروج از مرکزهای کمتری دارن. بعضی بیزیا کشیده ترن، اونا مثل اونا چی میشن؟ اونا خروج از مرکزهای بزرگتری دارن، مثل نون بربری. بعضی نون بربری گردترن، دایره نیستن، بیزی های تقریبا گردتر، اونا خروج از مرکزهای کمتری دارن. بعضیشون دراسترن، اونا چی هن؟ خروج از مرکزهای بیشتری دارن. به طور کلی تعریفی که ما داریم نسبت سی به آ رو اومدن خروج از مرکز گذاشتن. حالا اونو با ای هم نشونش میدن. فقط نکته ای که باید ببینید نسبت سی به آ، ببینید بچه ها، هر چقدر سی کمتر باشه، یعنی مقدار سی کم بشه، این اف و اف بریم هی میاد هی میاد هی میاد هی میاد به مرکز نزدیک تر میشن، و اگه سی صفر بشه دقیقا اف و اف بریم رو مرکز میافتن. یه رابطه تو میدونستی آ دو هست به دو به علاوه سه دو، اگر سی صفر باشه آ با بی برابر میشه، وقت معادلت میشه دایره. پس من همین الان فهمیدم دایره خروج از مرکزش صفره، دایره خروج از مرکزش صفره. پس هر چی سی کمتر باشه، مقدار سی هر چی کمتر باشه، خروج از مرکزت کمتر میشه و دایره بیزید به دایره شبیه تر میشه، چاق تر میشه. و هر چی سی بیشتر باشه، صورت کسب بزرگتر میشه، وقت بیزید چی میشه؟ کشیده‌تر میشه. ولی در حالت کلی همیشه صورت از مخرج کوچکتره. تو بیزی ها ما میدونیم آ از سی بزرگتره، پس همیشه خروج از مرکز بیزی ها یه عددی بین 0 و 1 خواهد بود. پس ممکنه مثلا توی امتحان این شکلی برای شما سوال بیاد، کدام مقطع مخروجی خروج از مرکزش برابر با 14؟ ببینیم بیزی خروج از مرکزش همیشه بین 0 و 1، پس قطعا بیزی میشه. دایره خروج از مرکزش چنده؟ 0. در مورد حضوری و سهمی هم تو فیلم های بعدی در مورد خروج از مرکز صحبت میکنم، اونم خروج از مرکز دارن. و اما دو تا نکته دیگه باید بلد باشیم که گفتم، یکی که هرچه خروج از مرکز به صفر نزدیک تر باشه به دایره شبیه تر، و هر چقدر به یک نزدیک تر باشه کشیده تر میشه. و نکته بعدی برای خروج از مرکز پیدا کردن، خب شما باید بری مقدار سی رو به دست بیاری، مقدار آ رو به دست بیاری، اینا رو تقسیم کنیم میشه خروج از مرکز. ولی معادلاتی که گستردن استثنان بر اینا، یه راه خیلی سریع‌تر ما داریم که من پیشنهاد می‌کنم این راهو بلد باشین. ما کلا تو فیلمام زیاد نکته تستی یاد نمیدیم، سعی می‌کنم به صورت آکادمیک همه مسائل رو به صورت مفهومی یاد بگیریم. ببین ما بیزی ها رو بهتون گفتیم بریم مرتب کنیم، آ بی سی رو به دست بیاریم. فقط اون بیزی ها که معادلاشون گسترده است برای خروج از مرکز، یه راه خیلی سریع‌تر هم داریم که اون چیه؟ میایم بین ضریب x2 و y2، یعنی معادله بیزی رو بین ضریب x2 و y2، اونی که کوچیک‌تره رو میایم تو صورت این کسر، و اونی که بزرگتره رو توی مخرج این کسر میذاریم توی این رابطه، مقدار خروج از مرکز به دست میدیم. میشه رادیکال 1 منهای یه خط کسری که صورت بین ضریب x2 و y2 عدد کوچیکه و عدد بزرگی هم توی مخرجش. با هم دیگه چند تا مثال حل کنیم. خروج از مرکز بیزی به معادله x مساوی با 2 به علاوه 3 کوسینوس تتا و y مساوی با 2 تا سینوس تتا کدام است؟ خب بیزی رو این سری معادلهشو به صورت پارامتری به من داده. اول معادله بیزی رو قشنگ به دست میارم، سی و آ رو از توش میکشم بیرون، نسبت سی آ میشه معادله، میشه مقدار خروج از مرکز من. فقط گفتم اگر معادلت گسترده بود، یه رابطه بهت گفته بودم رادیکال 1 منهای بین ضریب x و y2 کوچیکه تو صورت، بزرگه تو مخرج، ولی الان پارامتری دادم. قبلا با اینا آشنا شدیم که چه شکلی معادلات پارامتری سریع به حالتی که دلمون میخواد تبدیل کنیم. گفتیم اون مقدار اون نسبت مثلث دیگه اون پارامترمو به سرعت تنهاش میکنم. اینجا کوسینوس که بخوام تنها کنم میشه x منهای 2 سوم، سینوست میشه y دوم. یه رابطه میدونم که جمع توان دوهاشون باید برابر با چند باشه؟ 1. یعنی x منهای 2 به توان 2 به روی 9، این هم که میشه y به توان 2 به روی 4، باید برابر 1 باشه. قشنگ شد معادله بیزی. به راحتی اون معادله بیزیش به دست اومد. خب من فقط چیزی که میخوام آ و بی و سی رو میخوام. الان آ 2 مخرج بزرگه که میشه 9، آ میشه 3. ب 2 میشه 4، بی به دست میاد 2. یه رابطه هم که میدونم آ 2 هست ب 2 علاوه 3 2، اینجا سی به دست میاد رادیکال فاین. سوال از من چی خواسته بود؟ خروج از مرکز یعنی سی آ نسبت سی به آ، یعنی رادیکال 5 به 3 میشه مقدار خروج از مرکز من برای این بیزی.
بریم که دیگه حل کنیم. شکل ظاهری کدام بیزی به دایره نزدیکتر است؟ گزینه اول دو تا ایکس من های 1 به توان 2 علاوه 9 تا ایگرگ علاوه 1 به توان 2 مساوی با 14 ایکس من های 2 ایکس من های 5. گزینه دوم 2 ایکس 2 علاوه 3 ایگرگ 2 مساوی 24. گزینه سوم 2 ایکس علاوه 1 به توان 2 علاوه 3 ایگرگ 2 مساوی 28 و گزینه چهارم x تو علاوه 9 y تو مساوی با 9. خب تو این سال 4 تا بیزی به من داده، معادلات همه گسترده، اومده گفته شکل ظاهری کدومی که از اینا به بیز به دایره شبیه تره. همه ما میدونیم که اگر خروج از مرکز بیزی از همه کوچیک‌تر باشه، اینجور بگیم به صفر نزدیک‌تر باشه، به دایره شبیه تره. چرا؟ چون خروج از مرکز دایره صفره. پس گزینه‌ای به دایره شبیه تره که خروج از مرکز از بقیه کمتر باشه. پس کافی بریم چیکار کنیم؟ خروج از مرکز تک تکشون رو به دست بیاریم. نکته رو که خوندم براتون، بریم سراغ خروج از مرکز. فقط اول با معادلات همه قشنگ مرتب یه طرف باشن. ببین اینو که به توان 2 برسونیم، اینا به توان 2 برسونیم، 2 رو تو این ضرب کنیم، 9 رو تو این ضرب کنیم، اینا رو هم ببریم اونور و همچین معادله میرسن. حالا برای خروج از مرکز معادلات گسترده یک رابطه گفت، گفتم رادیکال یک منهای بین ضریب x2 و y2 کوچیکه به بزرگه، پس میشه رادیکال یک منهای 4 به 9. حاصلش رو حساب کنم میشه رادیکال 5 نهم، که سادهش کنم رادیکال 5 سوم. گزینه بعدی مرتب هست، فقط خروج از مرکز میشه رادیکال یک منهای بین ضریب x2 و y2 کوچیکه به بزرگه، یعنی میشه رادیکال یک منهای 2 سوم، سادهش کنم 1 سوم زیر رادیکال، که میشه گویاش کنم رادیکال 3 سوم میشه. بعدی اول اینو به توان 2 میرسونم، میشه 4x2 به علاوه 4x به علاوه 1، اینم که یه 3y2ه. اون عددم که خب 28 حالا یه دونه یک داشت میرم، میشه 27. من با عددش اینا کاری ندارم، خروج از مرکز میخوام به دست بیارم، به راحتی بود رادیکال یک منهای بین ضریب x2 و y2 کوچیکه به بزرگه، که میشه رادیکال یک منهای 3 4. اینو حاصلش حساب کنم 1 دوم میشه. و بعدی هم که معادله مرتب هست میشه رادیکال یک منهای بین ضریب x و y2 کوچیکه به بزرگه، ضریب x2 1 ضریب y2 9، پس میشه 1 نهم. حاصل اینو حساب کنم میشه 2 رادیکال 3 سوم. حالا کدوم خروج از مرکز از همه کمتره؟ نگاه کنیم بچه، اونا که مخرجشون 3 اول نگاه کنیم، اونی از همه کمتره که صورتش کمتر باشه، بین اینا رادیکال 3 از همه کمتره، چون دو تا رادیکال 3 تقریبا میشه 3 و خورده، این میشه 1 و خورده. حالا این رادیکال 3 سومه و 1 دومه که بخوام مقایسه کنم، 1 دوم از رادیکال 3 سوم کوچکتره، پس اون گزینه ای از همه گزینه ای که به دایره شبیه تره که خروج از مرکز از همه کمتر باشه، که جواب میشه گزینه سوم. یکی دیگه با هم دیگه حل کنیم. بیزه کدام مقدار کا خروج از مرکز مقطع به معادله x2 به علاوه کا y2 مساوی با 4x به علاوه 2y برابر رادیکال دوم؟ من اینجا خودم خروج از مرکز رو به تو دادم، یه معادله گسترده هم به تو دادم، تو معادله گسترده یه مجهول گذاشتم، گفتم کار به دست بیار. خیلی راحته خروج از مرکز رابطه‌شو که بلدیم، دو تا راه داریم. راه اول معادله رو مرتب کن، c و a رو به دست بیار، نسبت c a مساوی رادیکال دو دوم بذار تمام. ولی چون معادله گسترده است، من از راه تستی استفاده میکنم، میگم رادیکال یک منهای بین ضریب x و y دو کوچیکه تو صورت بزرگه تو مخرج. پس من ضریب x رو دارم، یک ضریب y رو دارم، کا یه اتفاقی افتاد، من نمیدونم کدوم کوچیکتره. گفتم کوچیکه به بزرگه بین ضریب x و یک کوچیکتر یا کا؟ خب شاید کا بود نیم، شاید کا بود 3 و نیم، من نمیدونم کا چنده. که پس دو تا حالت امکان داره رخ بده. حالت اول اگه کا بزرگتر بود، این کوچیکتر بود، اون وقت خروج از مرکز من که میشه رادیکال یک منهای کوچیکه به بزرگه، یعنی یک کام، به جای ای رادیکال دو دوم میذارم، اونم که حاصلش حساب کنیم مقدار کا به دست میاد دو از این معادله. حالت دوم اینه که کا کوچیکتر از یک باشه، یعنی این کوچیکتر باشه، اون وقت خروج از مرکز میشه رادیکال یک منهای کایکم، رادیکال یک منهای کایکم، که به جای ای اگه من رادیکال دو دوم بنا به فرض سوال بذارم اینو حلش کنم، مقدار کا به دست میاد یک دوم. یعنی چه کا دو باشه چه کا یک دوم باشه، مقدار خروج از مرکز من برابر با رادیکال دو دوم میشه. پس برای کا دو تا مقدار مختلف به دست اومد. دست بعدی رو دقت کنیم. در یک بیزی فاصله کانون تا دورترین رأس 8 و فاصله کانون تا رأس غیر کانونی 5. خروج از مرکز بیزی چقدره؟ خب بیایم بکشیم ببینیم کدوم مقدارا رو به من داده. خب دو شکل داریم، میبینیم فاصله کانون تا رأس ناکانونی رو داده 5، فاصله کانون تا نزدیکترین رأس هم داده چند؟ 2. ببین یه کانون انتخاب میکنم مثل F، فاصلهش تا رأس غیر کانونی، ببین این فاصله رو من اونایی که دارم، این که آه، این مقدار C،
یه مقدار دیگه هم میدونستیم که اینم آ، اینم بیه. ببین این بی بود، این سی بود، این آ بود، اینم آ بود. اینا قبلا تو محل مسائل بیزی هم بهت گفتم. فاصله کانون تا رأس ناکانونی آه. پس این فاصله پنجی که به من داده در واقع همون آ رو به من داده. چند؟ پنج. پس من فعلا اینجا فهمیدم آ پنج. فاصله کانون تا نزدیکترین رأسش، ببین اینا رأسای غیر کانونی هن، اینا رأسن، نزدیکترین رأس بهش آه. این فاصله رو به من داده دو. این فاصله رو یعنی آی منهای سی رو به من داده دو. مقدار آ که پنجه، اینجا جایگذاری کنم، مقدار سی به دست میاد سه. حالا سوال خروج از مرکز از من میخواد. خروج از مرکز میشه نسبت سی به آ، که اگه سی رو به آ تقسیم کنم میشه سه پنجم یا همون شیش دوام. این هم شد مقدار خروج از مرکز. چقدر راحته، مسئله بر خودمون سختش نکنیم. یه شکل ساده کشتم در این اندازه هایی که من داده کدوم فاصله کدوم پارامتر روی شکله. یکی دیگه میخوام از اینا برات حل کنم. در یک بیزی فاصله یک کانون از دورترین نقاط بیزی سه برابر فاصله همان کانون از نزدیکترین نقاط آن بیزی است. خروج از مرکز بیزی کدام است؟ نگاه کنیم بچه‌ها. یک بیزی گفته یه دونه از کانونا فاصلهش تا دورترین رأس با فاصلهش تا نزدیکترین رأس نسبتشو بهت داده سه. گفته سه برابره. ببین چیزی که سوال بهت داده، اگه یک کانون انتخاب کنی فاصلهش تا دورترین رأس و فاصلهش تا نزدیکترین رأس به دست بیاری نسبتشون سه میشه. ببینید من فاصله‌ای که دارم که اینا رو می‌دونیم که سی و آ اینا که باهاش آشنا هستیم، اف آ پریم به اف آ نسبتش شده سه. گفته سه برابره فاصله یک کانون از دورترین رأس. بچه‌ها رأس یعنی آ و آ پریم، نه به و به پریم. به و به پریم رأس ناکانونیه. فاصله‌اش تا دورترین رأس به فاصله‌اش تا نزدیکترین رأس داده سه نسبتشون. خب اف آ پریم از روی شکل کاملا مشخصه، میشه سی، اینم آ، یعنی آ به علاوه سی. اف آ چی میشه؟ آی منهای سی. روشه کاملا مشخصه، آی به علاوه سی به آی منهای سی رو داده سه. یه طرف بسته این میکنم، سه آ منهای سه سی میشه آی به علاوه سی. پس از اینجا میفهم دو آ میشه چار سی، مقدار آ به دست میاد دو سی، یعنی آ دو برابر سیه. حالا سوال چی از من خواسته بود؟ خروج از مرکز یعنی سی آم. پس من با سی آم که من به جای آ چی میتونم بنویسم؟ دو سی، که سیا با هم ساده میشه، مقدار خروج از مرکز به دست میاد برابر با یک دوم.